چت شده؟ چی شده؟ این قیافه چیه؟ تو بهترین روز زندگیم داری چی کار میکنی؟ باید این ازدواج رو به هم بزنی. تو باعث ازدواج مهند و نهال شدی؟ پس خودت هم به همش بزن. چی داری میگی؟ سمر حالت خوبه؟ تو باعث این اتفاقا شدی. تو نهال انداختی تو سرشو، بعدش هم باعث شدی عدنان موافقت کنه. بازی داره تبدیل به واقعیت میشه. خودت باید جلوی این ازدواج رو بگیری. چرا؟ همه چیز که خوب پیش میره، همه خوشحالن. بسه، با من لج نکن. هر کاری میتونی بکنه مانع ازدواجشون بشو. چرا باید این کارو بکنم؟ چون میدونی که امکان نداره ازدواج کنن. هزار تا دلیل برای ازدواجشون هست، هیچ دلیلی برای جدا شدنشون وجود نداره. نمیدونم دلیل این کارت چیه، اصلا سردر نمیارم. همه چیز واضحه، اگه تو این کارو نکنی من میکنم. فکر میکنی تو میتونی؟ اگه مانع این ازدواج نشی به عدنان میگم که مهند رو دوست دارم. بالاخره اعتراف کردی. باور کن که میگم، تعجب نکن. بالاخره اونم باید بفهمه من شبیه مادرمم. لطفاً بی احترامی نکن سمر، با من اینطوری حرف نزن. تربیت تو رو انکار نمی کنم. مگه تو همیشه نمی گفتی تو دختر مادرتی؟ خب من همینطوری هم دیگه، شبیه مادرمم. ساکت شو. از اول می دونستم می خواستی اونا به هم نزدیک بشن که منو اذیت کنی. می خواستی من عذاب بکشم. من زندگی تو نجات دادم بیشور. اگه من عدنانو به خاطر این موضوع ول کنم، تو هم مجبوری این حلقه رو دراری فیروزه خانم. سمر داری تهدیدم می کنی؟ هیچ کس نمی تونه مانعشون بشه. اونا هم دیگه رو دوست دارن، مگه نمی بینی؟ به خاطر همین میگم این ازدواج رو خرابش کن. ازم جداشون کن. من دارم میمیرم، لطفا بفهم. جلوی من دارن با هم ازدواج میکنن مامان، من نمیتونم. مامان کمکم کن، من دارم عذاب میکشم. باشه پاشو عزیزم، پاشو. مامان بهت قول میدم کمکت کنم. معذرت میخوام. چیزی نیست تحسین، بیا تو. دختر و مادر دارن یکم با هم درد دل میکنن. سمر کافی آروم باش. بهتره بریم پیش مهمونا. باشه عزیزم، تو برو، من الان میام. خودتو جمع جور کن، کافیه. باشه کمکت میکنم، فقط به یه شرط. به هم قول میدی؟ من جلوی این وصلتو میگیرم، ولی تو هم باید اون مردو از جلوی راهت برداری. باشه قول میدم این کارو بکنم. حالا زود باش برو دست و صورتتو بشور، باید از این حالت در بیای. بودو عزیزم، سعی کن آروم باشی. تحسین بیک میخواد صحبت کنه. خب اول میخوام خوشحالیم از بابت اومدن شما به اینجا ابراز کنم. میخوام خودم واسه یک سفر طولانی و خیلی زیبا با یک رفیق و همدم آماده کنم.
میخوام همینجا در حضور شما از این ملکه خوبی ها تشکر کنم به خاطر این همه خوشبختی که به من داد. من تا حالا 4 بار دور جهانو گشتم و الان تصمیم گرفتم دوباره جهانو با اون بگردم. با زنی که سالها پیش اولین بار با دیدنش مات و مبهوت موندم و تا الان هم مات و مبهوتم. دلم شور زد. چرا؟ حالت خوبه؟ آره عزیزم. وقتی این دستا رو تو دستم دیدم فهمیدم که خدا خیلی منو دوست داره. خیلی ممنون. به سلامتی جفتمون. به سلامتی همه. برای خوشبختیمون. چند تا چیزو میذارم دم دست بمونه، بقیه رو جمع میکنم میذارم تو چمدونم. چمدونا که واسه همه وسایل کافی نیست. میخوای برم از انباری کارتون بیارم ها؟ نه نیازی نیست، همون چمدونا کافیه. مگه تو این چند سال به جز خستگی و حرص و جوش چی برای خودمون جمع کردیم؟ شهیره واسه چی جلوی من از این حرفا میزنی؟ یه عالمه پول جمع کردیم، اجاره که ندادیم، خوردیم و راحت خوابیدیم، حقوقمون هم که راحت میگرفتیم، همه رو تو این چند سال پس انداز کردی. منظور من فقط وسایل بود همین. بگذاریم، دعا میکنم که از این به بعد روزای خوبی در پیش داشته باشیم. چند روز میریم پیش لمیز خانم و بعد از اون یه خونه اجاره میکنیم. میخوام بدونم تو چرا دوست نداری بری پیش نهال زندگی کنی. اونجا مثل همینجاست دیگه، چه فرقی داره عزیزم؟ منم چون فرقی نمیکنه نمیخوام برم. سلیمان دل من خیلی شکسته، خیلی. اگه بریم پیش نهال مشغول بشیم دیگه نمیتونیم کنار جمیل زندگی کنی. بذار واسه خودمون یه خونه یه حیاط داره کوچیک اجاره کنیم، تو هم تو حیاطش سرگرم میشی، اینجوری دیگه واسه خودمون زندگی میکنی. بذار دیگه آزاد باشیم، کافیه. همه یه عمر به خاطر دیگران زندگی کردیم، از حالا واسه خودمون. او کی اومده آقا کوچولو؟ عزیزم مراد چیزی میخوای؟ نه حوصله‌ام سر رفته بود. دارین چی کار میکنی؟ وسایلتون رو جمع میکنی؟ کم کم. ولی من نمیخوام شما از اینجا بری. عزیزم برو پیش سهیلا بهت خوراکی بده. نمیخوام. بشیر کجاست؟ مگه تو آشپزخونه نبود؟ نه اونجا رفتم ولی اونجا نبود. سهیلا و کاپیتان رازه اونجا نشسته بودن و حرف میزدن، متوجه من نشدن، منم نخواستم مزاحمشون بشم. آخرین بار که بشیر رو دیدم تو اتاقش بود. باشه الان میرم از سهیلا میپرسم. من از اول زندگیم عادت کردم تو دریا کار کنم. تو خشکی کار کردن برام سخته. اشکالی نداره، عادت میکنی. آخه مگه من میتونم جایی زندگی کنم که عمو سلیمان اونجا بوده؟ من اصلا با رفتار این خانواده آشنایی ندارم. خب کم کم همه چی رو یاد میگیری. اصلا حوصله ندارم کسی به این دستور بده، یقشو میگیرم پرتش میکنم اون. نه تو رو خدا این یکی دیگه نه. سهیلا جان. بله مراد. بشیر رو ندیدی؟ تو اتاقشه. نه اونجا نبود. پس تو پارکینگه. کارش داری؟ میخوای رضا صداش کنه؟ نه خودم میرم پیشش. خدافظ. خیلی شیطونی ها، کارو شروع کردی، میخوای بهم کار بدی؟ نه زیاد سخت نیست، حالا خودت میبینی. تازه قرار نیست آخر عمرمون همینجا بمونیم، یکم که خودمون رو جمع و جور کردیم بعد میریم. حالا که تو اینطوری میخوای چی کار کنم؟ باید تحمل کنم دیگه.
گوش کن، من این کارا رو فقط به خاطر تو میخوام انجام بدم، فقط به خاطر تو. تو با این لبخندات منو میکشی آخرا. بشیر، 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 داری چی کار میکنی؟ دارم آشغالا رو میسوزنم. اینا چیه؟ واسه چی میسوزونیشون؟ زیاد مهم نیستن. یعنی دیگه به درد نمیخورن؟ نه، همشون قدیمی هم. ای بابا، دود واسه خوب نیست، چرا میسوزونیشون؟ بندازشون سطل آشغال. راستشو بخوای چون حالم خوب شده دلم خواست همه آزمایشا رو بسوزونم. خیلی خوب دیگه، دود واسه خوب نیست، تو برو. پس هم زود بیا، خیلی حسنم سر رفته، بیا کامپیوتر بازی کنی. کارم که تموم شد دستمو میشورم و میام پیشت. قول دادی؟ قول دادم. دیر کنی کشتمت. باشه. فیروز خانمو خیلی دوست داره. دیدی پشت عشقی بهش نگاه میکرد؟ فیروز خانم داشت از خوشحالی تو آسمون پرواز میکرد. خب حق داره، منم اگه اینقدر حرفای عاشقانه میشنیدم پرواز میکردم. چرا تا الان به من هیچ حرف رومانتیکی نگفتی؟ مگه باید بهت میگفتم؟ نمیبینی چقدر دوستت دارم؟ چرا میبینم، ولی اگه بگی چیزیت نمیشه. قنچه ها در قلبم شکوفا شدند، امواج دریا از عشق وجودم خروشان شدند. تو را برای همیشه میخواهم نهال خانم، قلبم برای تو میتپد. خوشت اومد؟ مردک یه جوری حرف میزد انگار که کتاب شعر قورت داده بود. اگه فیروز خانم بشنوه سر به تنت نمیذاره. خیلی خوشحال بود. خوشحال بود؟ من ناراحت اون مردم که داره زن ذلیل میشه. الان روی صورت من یه پروانه بود؟ یا لبهای صورتی یک دختر زیبای معصوم؟ بس دیگه. خوشحالم از این که مامانم خوشحاله. فکر کنم عروسیشون رو قبل از نهال و مهند بگیرن. فیروزه خانم تو این مسئله اصلا عجله نمی کنه. نظرت اینه؟ الان خیلی خوشحاله، ولی اگه خودی نکرده اتفاقی بیفته مردم دوباره شروع می کنن به حرف زدن. برای همین اون به خاطر ما هم شده قدماشو خیلی با احتیاط برمی داره. من بهش اعتماد دارم. همه خوشحال از اینجا رفتن. شب خیلی خوبی بود. ولی من هنوز جوابمو نگرفتم. چه جوابی؟ خب کی ازدواج کنیم؟ میخوام برنامه ریزی کنم. یکم ازت وقت میخوام، قبلا که گفته بودم. پس بیا با من همینجا زندگی کن، میخوام کنارم باشی. یه کارایی دارم که باید تو خونه زیاگیل تمومش کنم، نمیشه اونا رو نیمه کاره ول کنم. به سمر قول دادم، اون به من احتیاج داره، البته فقط واسه یه مدت کوتاه. نمیتونم تو کاراتون دخالت کنم، چیکار کنم دیگه، باید منتظر بمونم. خیلی ممنونم. سمر خانوم بهم یه قبض جریمه داد که پرداختش کنم. تهدیدم کرد اگه به کسی چیزی بگم منو از کار اخراج میکنه. به نظرم این ثابت میکنه که اون میخواسته بره ویلا. فکر میکنم بشیر یه چیزایی میدونه.
چون وقتی مهند بیک اونو به بیمارستان منتقل کرد، سمر خانم داشت باش بحث میکرد. چیزی شده بشیر؟ یه پاکت اومده، ولی اشتباهی دست شما رسوندن. مال عدنان بیکه، یعنی مال منه. چه پاکتی؟ یه پاکت کوچیک، روش نوشته خصوصی. این؟ بازش کردی؟ توش یه سیدی بود، الان میخواستم ببینمش. این سیدی مال منه. چرا این همه هول کردی؟ میشه بدینش به من؟ آره حتما. خیلی ممنون. نگفتی این سیدی توش چیه؟ نگرانم کردی. نهاد بیک، من معذرت میخوام، این پاکت رو اشتباهی به شما دادم. سلام خانم تماس گرفتن، گفتم پاکت مال عدنان بیکه. بهتون که گفتم این پاکت از بیمارستان فرستادن، از دکتر وقت گرفتن، باید زودتر برسم. عدنان بیک هم میدونن. نهاد؟ چرا اینجا نشستی؟ لباسات هم که در نیاوردی. میخواستم یه هوایی بخورم، حواسم پرت شد، فراموش کردم. بچه ها خوابیدن؟ کوچولوی یکم شیطونی کرد، بهش شیر دادم، همین الان خوابید. سردت نیست؟ نمیدونم چرا ناراحت بودی، ولی شب خوبی بود. مامانم خیلی خوشحاله. ولی سمر خیلی تو خودش بود. نه، من همچون چیزی ندیدم. راستش انقدر حواسم به مامان بود که همه رو فراموش کردم. واقعا تو خودش بود؟ به نظرم هنوز مشکلش کامل با عدنان بیک حل نشده. شاید هنوز یه موضوعی هست. نمیدونم، شاید. اون خیلی مصمم بود برنگرده خونه. یه دفعه چی شد؟ چیزی به تو نگفت؟ دیگه از اون روز با هم حرف نزدیم. نمیدونم. عزیزم حواست به سمر باشه، سعی کن بهش نزدیک بشی، شاید تو این روزا به تو احتیاج داشته باشه. آره عزیزم، تو راست میگی. فردا با بچه ها میرم بهش سر میزنم. داره سردم میشه، تو میخوای بشینی؟ تو برو، من الان میام. من باز میکنم. خوش اومدین. سلام. خوش اومدین. خوش اومدین. ممنون. زود برید بالا. تو رو خدا واسه امشب دیگه کافیه. تمام راه و واسم غزل خوند. بوده بر شدم. شبتون بخیر. سفید مثل ابرها، همچو گلهای روزی که در بهار شکوفا می شوند و همچو یک نوزاد، برایتان خواب خوشی را آرزو می کنم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. شب بخیر. هنوز بچه. بازم که نتونستی. هیچی امتیاز نگرفتم. آه نه، حالا مهند اومدن. مهند کافیه، هر وقت آدم میاد خندم میگیره. ای بابا، تا حالا کجا بودی؟ تو سلام کلی سر رفت. نگاه کن مهند، باید به اینم جواب پس بدیم. حالت چطوره بشیر؟ هنوز عادت نکردم اینجا ببینم. مهمونه چطور بود؟ زود باشی تعریف کنی. من میرم پایین. شبتون بخیر. شب بخیر. تعریف کن دیگه. حالت خوبه؟ بله خوبم. پیش مراد بودم.
شبتون بخیر. شبت بخیر. از این که مهند ادای تحسین بیک رو در ورد ناراحت شدی؟ نه عزیزم، خوبه خودت همین الان گفتی که جفتشون هنوز بچه‌ن. راستش موندم چطوری میخوان زندگیشونو بچرخونه. تصمیم خودشونه، ما موافقت کردیم دیگه، مسئولیتش با خودشونه. آره درسته. میشه گوشی ما از تو کیفت بردارم؟ شارژش تموم شده، میخوام بزنم تو شارژ. آره عزیزم. چیه؟ این قرص برای جلوگیری از خون ریزیه. تو کیف تو چی کار میکنه؟ ازش استفاده نمی کنم، تو کیفم. پس تو باردار بودی نه؟ بچه رو انداختی؟ نه. به من دروغ نگو، کاری نکن، برم پیش رو بگیرم. از همه بیمارستان های استانبول سوال میکنم تا مطمئن بشم، پس خودت به هم بگو. لعنت بر شیطان. مجبور شدم این کارو بکنم. اون شب میخواستم بهت بگم، همون شبی که رفته بودیم برای رقص تانگو، همون موقعی که بهم اهانت کردی، موقعی که حرف اون مرد مزخرفو باور کردی، چون ازم پرسیدی که واقعیت داره یا نه. تو به من شک کرده بودی، البته باید هم تموم میشد چون بهم اهانت کرده بودی. نمیتونستم به خاطر یه بچه همه چیزو فراموش کنم. به خاطر همینم فردا صبحش رفتم بیمارستان و بچه رو سقط کردم. بچه حق این کارو کردی. اولین بار چیزی بهت نگفتم، حق نداشتی دوباره تکرارش کنی. تقصیر تو بود که این کارو کردم. الانم حق نداری بهم چیزی بگی. به اندازه کافی منو با این کارات خورد کردی. بسه دیگه، بسه، لطفاً کافیه. Thank you.
دیشب این عکس رو جمع کردم. قشنگ نیست؟ عالیه. این یکی رو نگاه کن. چایت سرد شد. مهند عجله داره، میخواد زود بره. آقا مهند کجا میخوای بری؟ میخوام یه سر برم شرکت. چه عجب، یه دفعه تصمیم گرفتی مرد کار بشی. بله. خوبه، پس تا عروسی خودتو مشغول کن، بذار همه تو رو کاری بدونن، بعدش در برو. بابا شوخی کردم. مراد صبح با بابا رفت درسته؟ سر راهش رسوندش مدرسه؟ فکر کنم. این کشتی واقعا رویایی مهند. آره. من الان کجایی؟ یعنی یه ساعت پشت درم. اومدم دیگه، چرا داد میزنی؟ عزیزم مگه من جرأت میکنم سرت داد بزنم؟ خیابون شلوغه، باید داد بزنم تا بشنوی دیگه. زشته، این کارا رو نکن رضا، بسه. مثلا کی میبینه؟ بشیر؟ خدا میدونه الان کجا سید میکنه. الان یه ساعت پشت در وایسادم، انگار نه انگار. معلوم نیست این پسره چشه. تو برو، من الان پشت سرت میام. باید صبر کنم ببینم میتونم به اینجا عادت کنم یا نه. برو. بشیر؟ بله. نهال میخواد بره بیرون، بهت نگفت؟ چرا بهم گفت؟ خب پس چرا نشستی؟ پاشو ماشین رو بیار. اول مهند بیک میخواد بره. پس پاشو ماشین رو اونو آماده کن. اینجوری یه جا نشین، پاشو. الان دوباره میخوای حرف بشنویم، پاشو بشیر. پاشو عزیزم، پاشو. واسه ماه عسل برنامه‌ای داریم؟ بله. الان نمیتونم نشونشون بدم، بعدن خودتون میبینیم. باید یه برنامه ریزی دقیق بچینیم. میگن چهارشنبه صبح کشتی آماده است. باید بریم یه سر از نزدیک ببینیمش. باشه. سمرم با خودمون میبریم. به نظر من بهتر زیاد واسه برنامه ریزی ماه عسل عجله نکنی، چون جشن عروسیتون تا بهار انجام نمیشه. قراره امروز دستمو باز کنن، فقط لباس عروس هم میمونه. ای بابا نهال، فکر کردی با یه لباس عروس همه چی تمومه؟ خونه رو چی کار میکنی؟ جشن عروسیتون چی؟ جورش میکنی؟ اگه میخواین عروسیتون رو تو فرصت کوتاه جمع و جور کنین جالب نمیشه. تازه آب و هوا رو فراموش نکنین، عروسی تو این آب و هوای بارونی که نمیشه. اون موقع همه چی کاملا طبق برنامه ریزی جلو میره. تا سال دیگه عقب بندازش. نه ابدا، میذاریمش واسه همین تابستون. تو فقط به خودت فکر نکن، آخه چقدر خودخواهی مهند. این دختر زیبا باید یه عروسی رویایی داشته باشه. به نظرت نهال لیاقت همچین عروسی رو نداره؟ راست شما راست میگین، ولی دوست ندارم این همه عروسی ما عقب بندازم. نظرت چیه یه ماه بندازیمش عقب؟ یعنی وسط بهار. تازه این حداقلشه. نظر چی؟ هرچی تو بگی. پس خودمونو واسه اون ماه آماده میکنی. خاموش نکن، بذار سمرم بیاد ببینه. کاتیا خیلی خوشمزه بود، ممنون. نوشه جونتون. سمر هنوز خوابه کاتیا؟ نه خانوم بیدارن، گفتن صبحانه رو ببرم اتاقشون، منم بردم. چرا نیومد سر میز بخوره؟ حالش بده؟ فکر نکنم. دیشبم اصلا حالش خوب نبود، خیلی سعی کرد به روی خودش نیاره، ولی متوجه شدم خیلی بیحال بود. نه عزیز دلم، تو اشتباه برداشت کردی، ولی یه لحظه صبر کن، بهتره برم بهش سر بزنم.
صبر کن. میخواستم سینی رو بردارم. بعدن بیا بردار. باشه خانم. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. قرار خودتو تو همین اتاق زندونی کنی؟ نمیتونم تحمل کنم اینجوری عاشقانه به هم دیگه نگاه کنن. نمیتونم عشق نهال و نسبت به مهند ببینم و حرفای مهند رو گوش بدم. باید بودی و میدیدی تا خوشحال بشی عزیزم. با یه جمله من عروسی و یه ماه عقب انداختم. زحمت کشیدی فقط یک ماه. حالا تا یه ماه دیگه یه بهونه دیگه پیدا میکنم و عروسی رو تا پاییز عقب میندازم. بعدش دوباره واسه بهار و یه بهونه دیگه تا تابستون سال دیگه. دیگه تا اون موقع مهندم دستش رو شده. مهند فرار میکنه و این ازدواج تو آب غرق میشه. من دارم واسه تو تلاش میکنم، پس خواهش میکنم قیافه نگیر. عدنان فهمید بچه رو انداختم. من از اولشم باور نکردم که حامله نبودی. کار خوبی کردی که انداختیش. ولی آخه چرا به عدنان گفتی؟ من نگفتم، خودش فهمید. بعدشم مجبور شدم همه چی رو بگم. همه چی دوباره خراب شد. نمیدونم چجوری درستش کنم. بگو ببینم چی شده. خیلی خوشحالم، قراره دوباره بشیر منو ببره مدرسه. خیلی خوبه بابا. بله. نفهمیدی چی گفتم؟ چرا فهمیدم. اگه راست میگی بگو ببینم چی گفتم. خیلی خوب، معذرت میخوام، دوباره بگو. از موقعی که از خونه اومدیم بیرون شما همینجوری تو خودتونی. اصلا اینجوری خوشم نمیاد، شدید مثل یه آدم افسرده. خب سمر برگشته دیگه، واسه چی انقدر ناراحتید؟ نکنه تو کار مشکل داری؟ آره یه سری مشکلات تو کار پیش اومده. یعنی داریم فقیر میشیم؟ نه تا این حد. قبلا اینو میگفتم از خنده قش میکردین، حالا به زورم نمیخندین. بابا چی شده؟ چرا اینجوری میکنین؟ نگران بودم از هم دیگه جداشین، ولی هنوز انگار مشکلتون حل نشده. خونه خیلی بیروح شده، قشنگ همه چیز معلومه. عزیزم چیز مهمی نیست که بخوای به خاطرش ناراحت شی. برو عزیزم. اینو یادت نره، من فقط به سمر میگم ماما. برو عزیزم دیرت شد. خسته نباشی آقا. سلامت باشی. یه ویلای خوب پیدا کردم ولی دوره. نه داخلش خیلی قدیمیه، ولش کن. چند روز پیش یه ویلای دیگه‌م پیدا کردم. صبح بخیر. نیومدی سر میز؟ فکر کردم حالت خوب نیست. نه عزیزم، من حالم خوبه. چیه؟ لپتاپ جزء وسایل روی میز شده. میخواستم عکس کشتیو که قراره باهاش بریم ماه عسل رو بهت نشون بدم، ولی الان داریم دنبال یه ویلا میگردیم. اینو نگاه کن، این هم قشنگه ولی فکر کنم حیاتش کوچیکه. اگه من به جاتون بودم دنبال یه آپارتمان میگشتم. نمیشه مامان، آخه قراره خانواده سلیمان هم باهاشون زندگی کنن. میخوای امروز بریم دنبال خونه بگردی؟ نمیدونم، بستگی داره چقدر کار داشته باشم. نهال، میبینم که خیلی مهند رو عوض کردی. مهند قبل از نامزدی با الان قابل مقایسه نیست. یه دفعه احساس مسئولیت بهش دست داده. نهال یه کاری کرد که من چشممو بیشتر باز کنم. قراره با اون ویلای لب ساحل چی کار کنی؟ راست میگه مهند، میخوای چی کار کنی؟ نظرت چیه یه بار با هم بریم اونجا؟ واقعا خونه خیلی قشنگی، منظره قشنگی هم داره، خیلی دنجه. نه اونجا خاطرات خوبی ندارم، میخوام اونجا رو خالی کنم. نه بذار باشه، خونه قشنگیه. بعد از ازدواج هر وقت حوصله‌مو سر رفت میریم اونجا. نه حال من اصلا از اونجا خوشم نمیاد، حتی نمیخوام چشمم از دور بهش بیفته. داره دیرم میشه، بهتره برم. خداحافظ. خداحافظ عزیزم.
با اجازه. خداحافظ. واقعا حیفه، خونه قشنگیه، دلم نمیاد بفروشتش. سمرم اونجا رو دیده، به من اینجوری نگاه نکن، به نظرم بهتره نهال همه چی رو بدونه. صبح بخیر. چیه؟ چرا به صورت هم نگاه نمی کنی؟ نکنه با هم قهریم؟ کی آشتی کردیم که بخوایم قهر کنیم؟ نه به خاطر اینکه بهت قول داده باشم، نه، من واقعا عاشق نهال شدم و دوستش دارم، باهاشم چون دوستش دارم. به مرور بهت اثبات میشه. خیال تخت. قیامتی که به پا شد فقط به خاطر اون برگی جریمه بود. رفتن سمر به اونجا به وسیله همون برگ لو رفت. مامان خواهش میکنم ساکت باش، نهال ناراحت میشه. یعنی حرفای هرمیون واقعیت داشت؟ تو واقعا رفته بودی اونجا؟ سمر حرف بزن، براش توضیح بده، وگرنه نهالم میخواد بعد برداشت کنه. من دیگه حوصله ندارم در مورد این موضوع حرف بزنم. پس من حرف میزنم. سمر فقط به خاطر تو رفت اونجا، به خاطر اینکه از تو محافظت کنه، چون فکر میکرد مهند اونجا با یه زن قرار میذاره. واقعا مسخره است. چجوری بهش شک کردی با اینکه از رابطه ما خبر داشت؟ عزیزم نمیشه با چشمای بسته به کسی اعتماد کرد. میدونی مهند قبل از اینکه با تو نامزد کنه چه کارایی میکرده؟ با صدها دختر رابطه آنچنانی داشته. اینا همش واسه گذشته است. مهند دیگه اون مهند قبلی نیست. عزیزم ما هممون یه همچین چیزی رو آرزو میکنیم، ولی به نظرم مهند هنوز همون آدمه. ولی نظر من این نیست، من اونو خوب میشناسم، عشقش هم باور دارم. سمرم به خاطر اینکه از این موضوع مطمئن بشه به اون خونه سر زد. به خاطر تو بود که اینقدر بهم اهانت کردن؟ کافیه، بهتر موضوع عوض کنیم، سرم درد میکنه، دیگه نمیخوام بهش فکر کنم. خب اونجا چی دیدی؟ نهال خواهش میکنم تمومش کن. کسی پیشش بود؟ نه. خواهش میکنم کسی رو دیدی؟ گفتم که نه، مهند رو اونجا ندیدم. وقتی رسیدم کسی اونجا نبود، خودشم نفهمید که من اونجا بودم، در موردش باش حرف نزدم. بهترم از که چیزی ندونه. ببین نهال، اصلاً بروش نیار. سمر به اندازه کافی از این داستان لطمه خورده، اونم فقط به خاطر تو. بهتر دوباره تکرار نشه. جمیله، آب تموم شده، میشه زنگ بزنی یکی برامون آب بیاره؟ باشه، الان زنگ میزنم. مرسی، خداحافظ. اگه کار دیگه هم دارین بگین انجام بدم. نه کاری ندارم. بشین استراحت کن، یه کتابی بخون، ببین چه هوای خوبیه، برو پیاده روی. من عادت ندارم بیکار بشینم، باید حتما یه کاری انجام بدم. حوصله‌ام سر میره، اینجوری ادامه بدم افسرده میشم. خب بهتره فکر کنی اومدی مرخصی، این اوضاع موقتیه. همین روزا برات کار پیدا میکنم، نگران نباش. نمیخوام برگردم سر اون کار، اما نمیتونم کار دیگه ای انجام بدم. مسلمه که میتونی. من فقط دیپلم دارم، البته کامپیوتر بلدم، ولی زبان انگلیسیم زیاد خوب نیست، باید برم کلاس زبان. اون وقت میتونم یه جا استخدام بشم، نه؟ خب اگه تو بخوای مطمئن باش که امکان داره، مطمئن باش. انام خانومه. بله. صبح خیر مادمازل، حالت چطوره؟ خوبم، شما چطورین؟ راستش یکم دلگیرم، از صبح فکرم خیلی درگیر شده.
میخواستم از خونه بیام بیرون، داشتم با جمیله صحبت میکردم. که اینطور؟ میخواستم یکم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم راجع به عقب انداختن عروسی. باشه، هر وقت شما بگین. پس میبینمتون. میبینمتون انام خانم، خدا نگهدار. باهاتون چی کار داشتن؟ معذرت میخوام. با اجازه، میبینمت. خداحافظ، به مامان و بابا سلام برسونین. باشه. پاتیا، برامون چایی بیار. الان براتون میارم. من نمیخورم، دارم میرم بیرون. بله خانم. نکنه به خاطر حرفایی که شنیدی دلگیر شدی؟ نه، میخوام برم دکتر، بعدش میخوام برم نمایشگاه لباس عروس، خیلی کار دارم. آخه یه دفعه رنگت پرید، فکر کردم ناراحت شدی. معلومه که ناراحت شده، نباید اینو بهش میگفتیم. قبول کن که اشتباه کردیم. نه، خوب شد که فهمیدم. ولی مامان درست نیست اونو یاد مهند قدیم بندازیم. فقط میخواستم تذکر بدم که چشاشو باز کنه. معلومه چی میگی، اونا دارن ازدواج میکنن. منم به خاطر همین نگرانشم. نهال، این نصیحتو از من قبول کن، تا مهند و کامل نشناختی باهاش ازدواج نکن. باورم نمیشه شما دارین این حرفو میزنی. خودتون منو تشویق میکردی. درسته، من تشویقت کردم، ولی نگفتم یه دفعه بزنه به سرتو ازدواج کنی. عروسی رو عقب بنداز و فکراتو بکن. ازدواج که بازی نیست، اگه درست در موردش فکر نکنی پشیمون میشی. فیروزه خانم، ما قرار نیست راجع به فلسفه ازدواج صحبت کنیم. اگه یکی بخواد با کسی که دوستش داره ازدواج کنه، موضوع فرق میکنه. این درسته. مگه با چند نفر آشنا شدی؟ چند بار عاشق شدی خانم؟ چه جوری میتونی خودتو با مهند توی ترازو قرار بدی؟ اصلا مهندو ولش کنیم، تو خودت چقدر به خودت اطمینان داری؟ من به هر دومون اطمینان دارم، ما با هم خوشبخت میشیم. همه ی ما دوست داریم که خوشبخت بشی. پس مامان خواهش میکنم دیگه در این باره حرفی نزن. لطفاً از دست مامانم ناراحت نشو. نه، ناراحت نشدم. میخوام برم بیرون، باید برم دستمو باز کنم. خدافظ. 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 نهال عزیزم، از دستم ناراحت نباش، به خاطر خودت گفتم. این چه حرفیه؟ معلومه که ناراحت نشدم. معلوم هست چی کار میکنی؟ آخه چرا اینقدر بهش فشار آوردی؟ مگه تو خودت ازم کمک نخواستی؟ خواستم، ولی چرا اینقدر بی مقدمه وارد شدی؟ تو کار من دخالت نکن، خوب میدونم دارم چی کار میکنم. وقتی میگم ازدواج نمیکنن، یعنی نمیکنن. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. خوش اومدین. چه خبر؟ نهاد بیک تو اتاقتونه. صبح بخیر. خیر نهاد، انگار اتفاق مهمی افتاده. صبح بخیر. فهمیدم تو راهین، ترسیدم قبل از این که بری تو جلسه نبینم اتون. خوب کاری کردی، بشین. دستت درد نکنه. چیزی میخوری؟ نه خیلی ممنون. خیلی خوب، بگو. میخواستم در مورد شکایت صحبت کنم. میخوای برام توضیح بدی که صرف نظر کنم؟ بله، و ازتون خواهشم میکنم، به نظرم این موضوع رو عنوان نکن نهاد، چون من از شکایتم نمیگذرم. آخه فرصت نشد که آشتی کنیم، دوباره از نو موضوع شروع شد، اونم وقتی که همه منتظر بودن. بذار شروع بشه، ما چیزی نداریم که ازش بترسیم. اگه از شکایتم بگذرم، به همسرم ظلم کردم و باعث تحقیرش شدم. حق با شماست، من با نظر شما موافقم. خوبه، عدنان بک، من با وکیل صحبت کردم، قضیه تو جریان افتاده، به طور اختصاصی میخوان پیگیرش بشن. یعنی دارن تهدید میکنن؟ با
ولی ما باهاش هم کاری نمی کنیم. بابات همونجور که بود میمونه، به آبرو ریزیاش ادامه میده، داره از نقطه ضعفم سوء استفاده میکنه، اسم و رسم منو زیر سوال میبره، منو خانوادمو تو گل فرو میبره. حالا برای چی باید جلوی مردم رو سفیدش کنم؟ نهاد بذار بیفته تو چایی که خودش کنده، من به راحتی ازش نمیگذرم. اگه دوست داری اینو به وکیلم بگو. باشه، هر جور راحتین. من نگرانم اوضاع بدتر از این بشه، به خاطر همین گفتم شکایت رو لغو کنین، چون پدرم رو خوب میشناسم و میدونم وقتی اذیت میشه چقدر خطرناک میشه وقتی که شکست بخوره. خودتو اذیت نکن، من شکایتم رو پس نمیگیرم. بهتره بیشتر از این راجبش حرف نزنیم. من معذرت میخوام، وقتتون رو گرفتم. طبقه دوم عادت کردی، کارت سخت‌تر شده. خانم شما فقط از من راضی باشین، بقیه‌اش دیگه مهم نیست. خب بگو ببینم اوضاع پایین چطوره. ظاهرا شرایطو قبول کردن. سهیلا یکم ازم دور شده، هیچ کس با هم حرف نمیزنه، بشیرم از من فاصله گرفته. مواظب باش دخالت نکنی. حتما، من فاصله رو حفظ میکنم. الان آقا رضا اومد، کار آشپزخونه رو بهش یاد میدن. کار اون نیست ولی نمیتونم حرف بزنم. مادمازل چی اومده؟ وقتی که اومدم بالا هنوز نیومده بود. وقتی اومد بگو بیاد پیش من. بله خانم. نوشه جان. به نظرم کاتیا رو هم دیگه باید اخراج کنیم. بلش کن، به درد میخوره. من بهش اعتماد ندارم، همیشه گوش وای میسته. این فضول خوب میشناسم. عدنان صبح زود رفت بیرون؟ آره، دیشبم پیش من نخوابید. مواظب باش که به خاطر بچه باهاش لجبازی نکنی. حالا که همچین نقشه‌ای کشیدی بذار به نفع تو باشه. منم دارم همین کارو میکنم، مگه چاره یه دیگه هم دارم؟ معلومه که داری، جوونی، خوشگلی، همه مردا آرزوی یه تار موتو دارن. اگه یه روزی خواستی از این خونه بری، سر بلند از اینجا میری. اگه عدنان زیاگیل قدر تو ندونه، آدم احمقیه. رضا، اداره خونه به دست مادمازله. رفت آمدا، کم و کسری ها، همه چیز باید با موافقت اون باشه. ماشین آماده است. اونم الان میاد. حواست به من باشه، به اونور گوش نده. من حواسم به شماست، بفرمایین. مسئولیت آشپزخونه و حیات به عهده من بود، از این به بعد به عهده تو میشه. همیشه آمارشو به مادمازل بده. انشالله که بتونم انجامش بدم. میتونی، کاری نداره. هر ماه میشینی با مادمازل حسابا رو انجام میدی. مواظب باش کم و کسری نیاری، وگرنه عجیب خودت باید پرداخت کنی. حسابا رو درست یادداشت کن، حواست به فاکتورا باشه و جاشون نذاری. به روی چشمم. سهیلا هم کمک میکنه تا یاد بگیرم. نه، سهیلا رو دخالت نده، اون کارش فرق میکنه. من کمکش میکنم. آقا رضا از من بپرس. بشیر هست کمکت میکنه. پس بشیر کمکم میکنه. نگران نباش. برای عقد کنونتون چیزی کم نداری؟ وقتی شما اینم عجله کردید ما نمیدونستیم باید چی کار کنیم، ولی خدا رو شکر چیزی کم نداریم. امروز واسه لباسم میخوام برم پرو. خدا کنه خوب شده باشه. انشالله. واقعا اول هفته میخواین ازدواج کنین؟ اگه خدا بخواد. بازم که داری سرفه میکنی، مگه من بهت نگفتم از اون چای گیاهی بخور؟ من دارم میرم. وایسا ببینمت، خیلی خوشگل شدی. خیلی ممنون. اگه برای یه لباس عروسیت احتیاج به کمک داری بیام. نه لازم نیست، با مهند میرم. نزار لباسو قبل از عروسی ببینه، میگن خوب نیست. ما این خرافاتو باور نداریم. فعلا خدافظ. به سلامت.
تو این دختره رو اینطوری کردی؟ اعتماد به نفسش زیادی رفته بالا. همه چی رو درست میکنم. وقتی که مهند فرار کرد میاد به دست و پات میفته. تو فقط به این چیزا فکر کن، نه به چیز دیگه. بشیر، خداحافظ خانوم. خداحافظ، عجله نکن. نه اشکالی نداره بیکاره. صبح بخیر مادمازل. صبح بخیر، سرخیز شدی؟ میخوام برم گشت دستم رو باز کنم. خوبه، میخوای باهات بیام؟ نه خیلی ممنون، میبینمت. مادمازل، چیزی لازم نداری؟ نه خیلی ممنون. برای آخرین بار ببینیدش. سمر خانم بالا منتظر شمان. با فیروزه خانم تو سالن نشستن، میخوان یه چیزی بهتون بگن. باشه، و تو قهوه رو برام بیار تو سالن لطفا. قهوه رو بیار تو سالن. عزیز دلت اومد مادمازل. صبح بخیر. صبح بخیر. گفتن میخواییم با من صحبت کنید. آره، زیاد وقت تو نمیگیرم. معلومه که زود میخوای به وظایفت برسی. بفرمایید. داشتم فکر میکردم بعد از ازدواج نهال مرا تو این خونه تنها میمونه. به نظرم فرصت خوبیه که خارج از کشور ادامه تحصیل بده. از اول تابستون باید این کارو شروع کنیم. لطفاً یه جای خوب براش پیدا کن. باشه. سعی کن تو اروپا باشه، تو آمریکا نباشه. یه دفعه نمیخوام یه جای دور بره. آخر هفته میخوام بیاد خونه. وقتی هم میاد استانبول تو هم میتونی بیای بهش سر بزنی. براش پیدا میکنم. خود مدرسه هم مثل آموزشش مهمه. حتما. خیلی چیزا با ازدواج نهال تغییر میکنه. شاید نهال دوست نداشته باشه دور از مادمازل زندگی کنه. شاید ببرتت پیش خودش مثل خانواده سلیمان خان. فکر خوبیه. بهتره از حالا ازش خواهش کنم منم ببره. اگه اجازه بدین میخوام برم پایین، باید به وظایفم برسم. چندش؟ از حاضر جوابیش خوشم میاد. بیسان خانم اومدن. واقعا؟ بچه هاشونم آوردن. نمیدونم شب باید چی کار کنی. معلوم نیست مهند کی کارش تو شرکت تموم میشه. آره، مسئولیت ها شروع شده. ای بابا، تو چقدر حرف میزنی. بگو ماشالله. اول میرم بیمارستان، بعدش میرم با مهند لباس عروس ببینم. باشه عزیزم، اگه شب رفتیم بیرون بهت میگم. باشه، میبینم. اسم همه سلام برسون. خیلی خوب، خدافظ. بشیر، تو خیلی سرفه میکنی. به خاطر کولره، الان شیشه رو میکشم پایین. خیلی لاغر شدی، دور چشماتم سیاه شده. اصلا مراقب خودت نیستی. تو اینطوری فکر میکنی. اگه مراقب نباشم خاله شهیره ولم نمیکنه.
تو مزرعه منم خانم به هم میرسه. من حالم خوبه. نگران نباش. دکترم همینو گفت. انشالله که همینطور باشه. این کمدا رو ببرید. میذارم بذارید اونجا. روی میز جز کامپیوتر هیچی نذارید. مبارک باشه. خیلی متشکر. میتونم بگم با وجود تو امروز یه روز خوب واسه شرکته. بابا چطوره؟ خوبه. خسته نباشین. ممنون. بفرمایید عمه جان. کافیه. میتونیم بعدن کاملش کنید. خیلی ممنون. اگه کمک خواستی بهم بگو. چرا داری فرار میکنی؟ شاید مهند بخواد ازت پذیرایی کنه. واسه این کارا دیر نمیشه. چی میل دارید عمه جان؟ هیچی عزیزم. بیا بشین پیشم. خیلی وقت با هم حرف نزدی. از این به بعد خیلی هم دیگر رو میبینی. این منو خوشحال میکنه. راجع به کار خیلی چیز هست که میخوام ازتون بپرسم. وقتمون زیاده. اوضاع خونه چطوره؟ خوبه. تصمیمای آخر سمر اصلا درست نیست. بدون فکر گرفته شده. نظر تو چیه؟ من دخالت نمی کنم. حالا که تصمیم گرفتی سلیمان خانو به خونت ببری، معلومه یه جورایی تو این قضیه دخیلی. نه حال، اون خیلی ناراحت بود. به همین خاطر این تصمیم رو گرفتم. کار خیلی خوبی کردی. برم بگم یه چیزی بیارن. رابطه یه بین تو و سمر چطوره؟ منظورم بعد از این اوضاع حتما از دستت خیلی ناراحت شده. نه، از وقتی سمر به خونه برگشته اوضاع خیلی خوب شده. هیچ مشکلی نیست. اگه ازم ناراحت بود حتما به هم میگفت. به نظر من زیادی دارم بزرگش میکنم. راجب کارگره به نظرم حق با سمر خانومه. دوست ندارم این وسط طرف شخص خاصی رو بگیرم، چون به نظرم کار درستی نمیاد. به خاطر تو این کارو کردم. به تو مجبورم کردی، داغونم کردی. حالا هم حق نداری بهم چیزی بگی. کافیه دیگه، کافیه. بسته دیگه. کجا میری؟ بیرون، خونه میبینم اتون. چیزی شده؟ نه، فقط یکم کار دارم، میرم خونه. خدا به امرت. به سلامت. دستم لاغر شد. یکی دو هفته دیگه بهتر میشه. ای کاش خودم لاغر میشدم. بهتره پهلومم گچ بگیرم. خوبه، از اینجا به بعد خودم بذاریم ببرمتون بیرون. الان خبرنگارا بیرون وایستادن.
نمیخوام با این اوضاع ازم عکس بگیرن. یواشتر. اینطوری بهتره. بچه ها بودو این اومد از عکس بگیرید. خدا رو شکر که حالتون بهتره. میتونید صحبت کنی؟ من مطمئنم که چشم خوردم. اوضاع بدی بود اما هرچی بود گذشت. اروا خانم مراقبم بود. دیگه میتونم راه برم. خیلی ازتون ممنونم. عدنان به یک شکایتشون رو پس گرفتن؟ بهتره وارد این بحث نشیم. چرا نشیم؟ وارد میشیم. عدنان زیاگیل با جناق پسرمه. اون موضوع هم بین خودمون حل کردیم، یعنی تموم شد. شکایت هنوزم هست و تاریخ جلسه هم واضحه. هیچ لغوی هم در کار نبود. برای امروز کافیه. خسته هم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. هلمی بیگ، فقط یه سواله داره که من جواب کنید. هلمی بیگ. خیلی ممنون. خواهش میکنم. کمکی که من میتونم بکنم اینه که برای فیزیوتراپی بیایم پیشم. خیلی ممنون. به سلامت. خدافظ. حالت خوبه؟ واقعا کارشون خوبه. از فردا باید جلسه های فیزیوتراپی رو شروع کنم. صبر کن، فعلا نریم بیرون. خبرنگارا بیرونن. نه بابا، نکنه به خاطر گش دست من اومدن. برای هلمی اونان اومدن. امروز مرخص میشه. نمیدونستم تو این بیمارستانه. عدنان بیک، تو صبر کن، همینجا بمون. سلام، خوش اومدید آقا. سلام، ممنون. سلام. سلام، خوش اومدید. شما نمیاد پیش ما؟ الان میام. چیه؟ بازم قهرین؟ نه؟ خوش اومدین. عدنان بیک. سلام. چه خوبه که زود اومدید. یه مقدار تو خونه کار داشتم، با اجازه. ببینم، وقت دارین؟ منتظر بودم شب باهاتون صحبت کنم. قضیه چیه؟ بریم تو صحبت کنیم. بفرمایید داخل. من میدونم بین شما و سمر چی میگذره. چه اینطور؟ از سمر به خاطر سخت کردن بچه ناراحت نباش. اوضاع روحی سمر خیلی بد بود. من درک میکنم چه دورانی و پشت سر گذاشته. فقط خدا میدونه چه بلاهایی سرش اومده. من میدونم چقدر دوستتون داره. شما هم خوب اینو میدونین. خواهش میکنم فیروزه خانم، این موضوع مربوط به خودمون میشه و بس. هر موضوعی که دختر منو ناراحت کنه و اذیت کنه به منم مربوط میشه. از اولم اینو بهتون گفتم، به خصوص قبل از اینکه ازدواج کنین واضح در این باره حرف زدم. یادم. اگه سمر به این خونه برگشته فقط به این خاطره که شما رو دوست داره. با وجود اینکه دوران بدی رو گذروند و خیلی تحقیرش کردین بازم برگشت خونه. بیشتر از این از خودت دورش نکن. مطمئن باش پشیمون میشی. من یه مادرم، ازت خواهش میکنم. ببخشید وقت تو گرفتم. میرم پیش دخترام. با اجازه. Thank you.
عزیزای من، قربونتون برم. مامان بزرگی خوش اومدید خانم. ممنون. باشه مامان، همین الان دارم میام، نیم ساعت دیگه پیشتونه. سلام. سلام. خوبی؟ خوب شد مهند کارشو شروع کرد، وگرنه اصلا اینجا نمیدیدمت. اومدم بهش بگم که از گشت دستم راحت شدم. خوبه، به سلامتی. همه اینجا؟ عدنان بک رفت ولی مهند بالاست. کار کردن بسته دیگه، برم بدزدمش. ای کاش اون سیدی رو قبل از اینکه بهت بدم میدیدمش. منظوره چیه؟ منظورم اون سیدیه که مثل دیوونه ها پریدی تو اتاقمو گرفتیش. یعنی چه چیز مهمی میتونه توش باشه؟ اون موقع هم بهت گفتم نتایج آزمایشم بود. من اینطور فکر نمی کنم. به نظر من مربوط به یه موضوع مهم دیگه است که تو قایمش کردی. اشتباه میکنی. پشیمونم که بازش نکردم. کاره اونجا رو را اندختیم، الان مشغولن. معذرت میخوام، من اومدم. نه حال عزیز دلم. دستتو ببینه. خب به سلامتی. جلستتونو به هم ریختم. آره شما مهمترین. خیلی ممنون. ما تازه آموزش مهند رو شروع کرده بودیم. آه خوبه، چطور بود؟ خب راستش از کره ارضی و شمالی شروع کردی. هنوزم کلی راه مونده. پس یعنی نمیتونی کلید طلای شرکت رو بگیری؟ نه فهمیدم، اومده نامزدش رو ببره. آخه کار مهم میداریم، میریم لباس عروس ببینیم. من با اجازتون میرم، یه وقت دیگه خدمت میرسم. خیلی ممنون کمال بیک. خیلی ممنون. ضروری منم بیا؟ دوست دارم نظر تو رو هم بدونم، دیگه فرصت نداریم. خواهش میکنم در نرو. تا دو ساعت دیگه باید اینجا بمونم، جلسه مهمی دارم. قول میدم تا دو ساعت دیگه خودم با دستای خودم بیارمت، با هر دو تا دستم. باشه. خب پس زود بریم دیگه. خدافظ همه. خدا به همراهتون. میبینمتون. به سلامت. میتونم بیام تو؟ آسمان خیلی ازت ناراحتم، ولی از خودم بیشتر ناراحتم، چون همه چیز تقصیر من بوده. خواهش میکنم دیگه این بستو باز نکن. ما قرار نیست بچه داشتیم؟ این وضع حال تو رو بد کرده. هر وقت هر دوتامون آماده بودیم بچه دار میشیم.
من میخوام این رو بدونی، از این وضعیت خیلی ناراحتم، چون دوبار این آرزو رو خارج از اراده من از بین بردی. عزیزم بفرمایید. ببخشید بعدن میام. نه راحت باشید. یه لیست برای آموزش مراد تهیه کردم. من روی انگلستان تأکید میکنم. مدرسه های خوبی توی فرانسه و سوئیس هست، ولی باید زبان انگلیسیش خیلی خوب باشه، مثل فرانسوی و آلمانی. من توصیه میکنم اینجا درس بخونه. به غیر از اینم برنامه‌ای که براش انتخاب کردم کامله. خیلی خوبه، ولی الان زود نیست؟ مراد هنوز بچه هست. چون امروز سمر خانم ازم خواست پیگیر این موضوع باشم. آره من ازش خواستم. خب بعدن صحبت میکنیم. لطفا بذارشون اینجا، منو از اینا نگاهشون میکنیم. خیلی ممنون. این دیگه چه کاری بود کردی؟ همه یه کارا رو بدون اجازه و مشورت من انجام میدی سمر. حالا چرا ناراحت میشی؟ برای اینکه اینجوری تصمیم گیری نمی کنن. باید بهش فکر میکردیم. باشه، فرصت داری فکر کنی، هر چقدر میخوایی فکر کن. باورم نمیشه، تو واقعا یه چیزی شده؟ لطفا به من گوش کن. پسری مثل مراد چون قراره در آینده وظایف مهمی به عهده‌اش باشه، باید خوب آموزش ببینه. مراد اینجا هم میتونه آموزش ببینه. باشه، هر طور دوست داری، پس کمکش کن مثل مهند دوران خوبی رو بگذرونه. بذار همیشه مثل مهند خوش بگذرونه. حالا این چه ربطی به مهند داره؟ چون مدام مهند جلوی چشمشه. دوست داره مثل اون باشه، مثل اون حرف میزنه، مثل اون لباس میپوشه، دوست داره مثل اون باشه. هر طور دوست داری، ولی اگه میخوای برای دانشگاه بفرستیش اروپا، باید بهت بگم اون موقع دیگه خیلی دیره. به نظر من چه سوده؟ اصلا وقتی نهال بره تنها میشه. حداقل دور و برش رو دوستاش میگیرن، نه یه مربی سن بالا. نمیخوام مادموزل دیگه اینجا باشه. اینو از اول میگفتی؟ فکر میکنی این نقشه رو کشیدم که مادموزل رو از اینجا بندازم بیرون؟ اگه اینطوری فکر میکنی واقعا یه مشکل بزرگ داری. در هر صورت مادموزل دیر یا زود از زندگی ما میره، ولی ناراحتی منی نیست. من به وضعی که به مراد مربوط میشه فکر میکنم. عزیزم به این فکر کن که مامانم ازدواج میکنه و میره، نه حالا میره، مرادم اگه بره یه جای دیگه درس بخونه دیگه مسئولیتی نداریم. همین تحسین عزیر تا حالا 4 بار دور دنیا رو رفته، ولی ما جایی نرفتیم. ما زندگی خصوصی نداشتیم، فقط بچه ها بوده. میخوام یکم تنها باشیم. میخوام یه زندگی خوب با هم دیگه بسازیم. بذار از اول شروع کنیم. نمیخوام هیچ کم و کسری داشته باشم. ما نیاز داریم یکم با هم تنها باشیم. خواهش میکنم احساسم رو درک کن عدنان. به خودمون یه فرصت دیگه میدیم. ندارم لباس هر روز دکولته باشه، ممکنه وسط مهمونی بیاد پایین و اذیتم کنه. هر جور راحتی. میخوام پارچش خیلی عالی باشه، این اصلا جنسش مرغوب نیست. یه لباس شیک میخوام. میخوای یکی دیگه هم امتحان کنی؟ آره. خسته شدی؟ نه خیلی هم خوشحالم. میرم دستشویی تا تو لباس تو بپوشی. نهال
خیلی زیبایی. بشین بشین. یه چیزی میخوام بگم. چی شده؟ امروز نهاد بکر راجب اون سیدی ازم پرسید. کدوم سیدی؟ شک کرده که من چیزی میدونم. چی کار کردی که بهت شک کرده؟ من کاری نکردم. به نظرم نهاد با پدرش همدسته. هر چیزی که علیه عدنان بک پیدا کنه خوشحال میشه. گفتم بهتر شما بدونین. ممنون. مادمازل نظر داد تو مدرسه های انگلستان درس بخونم، ولی بابا میگه جای دیگر رو هم ببین. میدونی سال دیگه امکان داره خارج از کشور درس بخونم، اونم تنها. فعلا صبر کن، الکی دلتو خوش نکن. مگه من میذارم تو تنها بری جایی؟ مواظب باش نظر بابا رو عوض نکنی ها، حواستو جمع کن. چه خبر شده؟ نپرس که یه تصمیمای جدیدی گرفته شده. میخوام با بابا صحبت کنم. ای خدا نه حال از دست تو. تو امروز چی کاری کردی؟ دستتو باز کردی؟ آه راحت شدی؟ بله خیالم راحت شد. لباس عروس رو با مهند دیدی؟ آره، چند ساعت با من بود بدون اینکه خسته بشه. با اینکه تو شرکت کار داشت ولی با من اومد خونه. الان کجاست؟ گفت بابا یه کار مهم میداره، رفت کارگاه. اه خب بگو ببینم لباستو انتخاب کردی؟ تقریبا مدلیو که میخواستم و انتخاب کردم. کار خیلی مشکلیه. هرمیونا از بیمارستان مرخص شده. شنیدم. اون کاملا خوب شده. الان هم کل تمرکزش رو شکایته. منم بیکار نشستم. راستش امو جان، به نظرم بهتر از شکایت صرف نظر کنی، یعنی موضوع رو تمومش کنی. نهادم صبح همینو میگفت. قضیه چیه؟ به نظرم منطقیه، کوتاه اومدن بهترین کاره. نه عزیز من، میخوای بریزم تو خودم و همه چیو فراموش کنم؟ این منطقیه که تو داری میگی؟ ولی منطق من میگه بزنم تو دهن کسی که به خانواده‌ام تهمت زده. قطعاً ولی من به خاطر اون بچه‌ما از دست دادم مهند. هر وقت یادم میفته ناراحت میشم. واقعاً بچه‌ای در کار بود؟ آره بود. سمر از بچه‌مون گذشت مهند، چون فکر میکرد حرفای هلمیونا رو باور کرده بودم که واقعاً باور کرده بودم. اما الان خیلی ناراحتم، دوست دارم به خاطر کاری که کرد نابودش کنم. ممکنه بیشتر اذیتمون کنه. شاید کاری احمقانه دیگه ای بکنه. آخه چی میخواد بگه؟ میخوام بدونم. بذار هرچی دلش میخواد بگه، ولی من جلوش وای میسم.